Give it to me like... You have the best year, brother. By the way, double ice was great. جمع چنها رو روشن کنیم. نگو کن. یه سر رو برای بچه ها. برای بچه ها ارزش خواهیم. سلام. خوش اومدیم به کانال ما. درود برشم. حالتون چطوره؟ آقا. این برنامه یه برنامه خیلی خیلی سمیه. آقا امروز میخوام یه سم نوظهور بهتون نشون بدم. یه سم جویای نام، گمنام، ولی نوظهور. کسی که از خودش به بالا نگاه میکنه، کسی که میشناسه خودشو، یعنی میدونه که سلطه داره به همه چی. توی تبلیغات خیلی چهره اصلا مهم نیست براش چی، هم تبلیغشو میکنه. دابسپش میکنه، اصلا هیچ احساسی تو این صورت نمیبینی شما. به نظرم بریم ببینیم این شاه ماهی دنیای اینستاگرام کیه. میسخا ما باز چیزهایی که به دست آوردیم خودمون جنگیدیم. مشتی بابامون کارت به کارت نکرد. الحمدلله. از چی شروع کنم برد؟ از تبلیغاتش، از دابسپشاش یا از جملات سمیش؟ من میگم اول با دابسپشاش شروع کنیم که کمتره. ببین سلطه داره به خودش. چه رو میبینی؟ یارو داره جر میخوره ولی این هیچی نیست تو صورتش. آها یه چیزی رو یادم رفت بگم. ببین کل ویدیو این کنجه، کادر اینجوری با همه یه ویدیو همینه، هیچ کادر دیگه نداره، کل ویدیو پیجش همینه. ببین اینجوری محصم اونجوری نگاه کنه، هیچ چیزی آن شاده. ببین میریم توی تبلیغاش. تبلیغ میکنه؟ تبلیغ میکنه. تبلیغاتش هم دو نوعه، یه سری تبریک تولد و اینا. من نمیدونم اون اولین نفری که این کار رو کرد چی تو ذهنش بود. تولد منه، خب تو به این میگی که تولد منو تبریک بگی. خب خودش میگه به این میگه. عجیبه واقعا. اولین نفری که این کار رو کرد چی فکر میکرد؟ چرا باید از طرف یکی دیگه تولد یکی دیگه رو تبریک گفت؟ الهام جونی، خوشگل خوشگلا، سلطان پرورش رزبری ایران، رزبری. تولدت مبارک، دوستت دارم زیاد، از طرف مریم. نگاه کن الهام تو اصلا هیچ ذوقی شوقی از تولد الهام نیست. مریم خود رضا فقیهی، عشق داداش، نفر 26م از 26 شرکت کننده مسابقات مدارس شطرنج شهر خرموج سال 87، تولدت مبارک. ایشالله تو لباس دومادی با زنیکه جدید در عالی آباد ببینیم. زنیکه جدید؟ آی دست به دست و رفیق ما مرامو خیلی مردی. امیر رضای عزیزم، دون جون گوجه من، منو ببخش بابت سوتی های پی در پی. قول میدم بیشتر حواسمو جمع کنم. تو هم قول بده حواست به کارات باشه. از طرف زهرا، همکار جدید و دوست. ببین منو. و یه دابسمشم. چی نیست تو صورتش؟ ذره احساس، یه ذره عشق، یه ذره محبت، یه ذره شادی. پوکر فیس. متین جان تولدت مبارک باشه، امیدوارم سال عالی داشته باشی پسر. I hope you have the best year brother. By the way, double ice was great. تو رو قرآن اینو بذار یه بار دیگه. متین جان تولدت مبارک باشه، امیدوارم سال عالی داشته باشی پسر. I hope you have the best year. I hope you have the best brother. By the way, double ice was great. Double ice was great. Double ice. تو به دنیا اومدی که دنیا رنگی بشه، تا که این خوب چی نیست؟ گاو و الاغ و اردک، جوجه و مرغ. ببین این برای بچه هاست.
بچه‌ها دلای کوچیکی دارن، گناه دارن، بی آزارن، معصومن. خب زن برای بچه‌ها یه زن احساس به خرج میده. لک لک نفسم، تولدت مبارک. جمع چنه ها رو روشن کنی، همساده ها رو خفر کنی، یه سر رو برای بچه ها، برای بچه ها ارزش خواهی میشه. زن پروسوبا میگه انسان در حال گریه کردن به دنیا میاد و وقتی به اندازه کافی گریه کرد از دنیا میره، ولی من میخوام در آغوش تو بمیرم. از طرف عارف به محسن استاد. عارف به محسن؟ عارف یک پسر نیست. ولی من میخوام در آغوش تو بمیرم. از طرف عارف به محسن استانستی. تا گرم آغوشت شدم چه زود فراموشت شدم. تبلیغات تولدی دیدیم، یه سری تبلیغات دیگه داره، برندهای خوب و خفن دیگه رو هم تبلیغ میکنه. تبلیغ داره باز؟ بله. اجرای کارهای ساختمانی همچون موزاییک کاری، سیمان کاری، اسکلت آجری، نمای سنگی ساختمان، نمای آجری ساختمان و غیره با آقای داریوش اسلامی امیرآبادی. شماره تماس 0917 موزاییک سیمان کاری اسکلت. لعنه بری چکسی بود. اینو ببین مرد، تو یه عکس بهتر میدادی به سخا. این چیه؟ تبلیغ چی بود؟ تبلیغ یارو چی کار میکرد؟ یارو بنا بود، کارهای ساختمونی انجام میداد. تا اونجا اوکی بود، ما هم گفتیم. عکس ها رو دیدی؟ تبلیغ بعدی. خرید و فروش انواع تراکتورهای سبک و سنگین صفر کار کرد. اصلا ببین ما اصلا استوری میخوام بگیریم، ده بار میگیریم خوب در بیاد، سوتی ندید. این اصلا مصمم تراکتور سازی اینجا، آدرس این اینجا اصلا مهم نی براش. یارو مثلا بپسند استوری میگه مصممه، از خودش از بالا داره میبینه. دوستان حجم دایرکت ها بالاست و امکان پاسخگویی نیست، لطفا جهت تبلیغات به واتساپ شماره زیر پیام بدید. چقدر مصمم اصلا میگی از تو بیشتر در بیان نوش جونش. سلام دوستان، امروز اومدم بهتون فروشگاه عطاری مسار از زعفران در دبی با مدیریت آقای بهزاد افخمی رو معرفی کنم. این محصولات چقدر چیز روون و قشنگه. زده رو کیو مثلا مسار از زعفران رو میخواسته بزنه. آره. شیش پنجه قبلی هم پر بوده. چیچه اونیه این؟ یعنی مسار زفران یک نه دو نه شیش. دیگه پنجتا قبلی پر بوده. آره دیگه تا پنج پر بوده دیگه. میزده قرمز ایشو می آزاد کرده. چه گفت ساله یه بودم پنج ساله که این اسم بارگیری ذرت علوفه ای از کرمانشاه به قزوین به صورت شبانه روزی باری و کمپرس با مهندس اکبری. چرا باید بیان تو پیج تو این تبلیغ کنم؟ سلام به تموم فالوورهای عزیزم، امروز میخوام از سید میکائیل صحبت کنم. با 20 سال سابقه در زمینه علوم غریبه، دعاهای ایشون رحمانی و دائمی است. دعاهای نظیر طلسم سوسن غساله برای رساندن دو نفر به هم. سوسن غساله که یا اولفست میگی سوسن غساله احساس کنم یکی الان میاد تو طلسم زبانبند خلایق. وای نظر اینو، من میترسم خیلی بده، انرژی منفی داره. سمیترین
خفن ترین. نمیتونم، فقط ببینین، ببینین چی میگه تو این تبلیغ. گذرت به جاده گلپایگان به سمت علویجه و اصفهان افتاده و به یه سوپرمارکت نیاز داری؟ سلام، اگه تو هم مسیرت به جاده گلپایگان به سمت علویجه و اصفهان افتاد، شاید نیاز به یه سوپرمارکت نوشیدن یه فنج داشتی میرفتی، یه های سوپرمارکت اتیار داشتی قهوه و خرید خوراکی داشته باشی، یا اینکه ماشینت گاز الپیجی تموم کرده به کپسول گاز مایع نیاز داشتی، یا حتی نیاز به استفاده از WC داشتی، میتونی به سوپرمارکت آقای احمد هادی در فاصله 25 کیلومتری از گلپایگان واقع در روستای تیکن و در مجاورت جاده سر بزن. بسه نزن بره دست درد نکنه. خب آقا بریم سراغ چند تا جمله خفن سمی و باحال. خیلی دوست دارم برگردم به ایران، ولی متاسفانه هنوز از ایران نرفتم که برگردم. این تنها حسیه که توی این ویدیو فقط دارم خندیدنش. چرا باید چرا اینجوری وای نمیسته؟ نمیدونم چرا همش اینجاه تو گوش کنجه. هیچی برای این زن مهم نیست. چرا کادرم مثلا یکی همش یه چیزی اهمیتی نداره؟ چرا هیچی مهم نیست؟ مصمم همه میگن دختر خوب همیشه خونه میمونه، اما من میگم دختر خوب هر جاییم که باشه دختر خوبه. احسن باریکل دختر خوب دختری که خونه بمونه، دختری که چی گفت خیابانی باید میگفت. یه روزی یه جوری فراموشت میکنم که اگه کسی سراغ تو ازم گرفت چشامو تنگ کنم و بگم کیو میگی، بعد جوری دارم میسوزم. آدم هایی که پشت سرت حرف میزنن و میگن ریشالله احسن دو بسمشی چی برم، بعد جوری دارم میسوزم. آدم هایی که پشت سرت حرف میزنن و میگن اوی باورم نیست. بعضی هم باید گفت برای سال جدید ذات بخن، نه لباس های لاکشری. باریکالله احسن. افلاطون این جمله ها رو نمیگفت که میگه ذات بخن نه لباس جدید. بدبختی از جایی شروع شد که قیافم دوست به سر داشت ولی خودم نه. خدایا تو بساز، خودم بخوام بسازم همش تو سامانه سنا برام ابلاغیه میاد. خیلی چیزا رو میدونم، ولی نه دیگه حوصله‌شو دارم به روتون بیارم، نه ارزششو داری. احسن، این جمله‌ش واقعا قشنگ بود. کلاغ هر کار میکرد خوشگل نمیشد، هر جا میرفت داد میزد طاووس خرابه. حکایت آدماییه که میخوان مثل یکی باشن ولی نمیتونن، هی پشت سری زر میزنن. اینجا خانومی زنه باید پشت سرش زر میزنه. خیابون یه طرف هستا، ولی هم چپ رو نگاه میکنم هم راستو، چون هم از دوست خوردم هم رفیق. میگم به هرچی به خندی سرت میاد، ما به جذابیت کی خندیدیم که سرمون اومد؟ مثل موها حرف مردم رو به ناس پشت گوشات مشکل کردم. یه فکرم باره من میتونم به حرف مردم، من چکار کنم؟ واقعا چی؟ امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. برام کامنت بذارین، ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که وقتی برنامه میسازیم سریع براتون نوتی بیاد. دعا کنین سرماخوردگی من زودتر خوب شه. خدافظی تا دیدار دیگر و برنامه دیگر. خدا یارو نگهدار.